سلام، شب بخیر، به نیمروز خوش آمدید. سیگریت و معضلی به نام احتیاط سیگریت یکی از مسائلی است که در همه دنیا به نوعی بهش توجه میکنن، مخصوصا با پایین آمدن سن احتیاط به سیگریت حالا ظاهرا به یکی از چالش های اجتماعی مبدل شده. امروز نیمروز میپرسیم آیا شما هرگز تجربه کشیدن سیگریت دارین؟ آیا به سیگریت معتادین؟ چه عواملی باعث شده که کنجکاو شوین و سیگریت بکشین؟ از نگفته ها و سیگریت و نقش دود خواهیم گفت در نیمروخ امشب با مهمانان. من زود تند سریع میرم که معرفی بکنم مهمانای ما را که بریم به طرف اصل موضوع. امشب در برنامه حالا هاجر محمدی روانشناس خواهد بود که از بعدی دیگر و سیگریت و اعتیاد روانی و سیگریت ازش خواهیم شنید. بعد محمد حکیم حیدری است که از 18 سالگی تا 2 سال و 1 ماه و 13 روز پیشم برای 25 سال معتاد به سیگریت بوده. بعد آقای بختیار کارمند یکی از نهادهای خصوصی و عضو سازمان اجتماعی ختنه است که لب به سیگریت نزده، نه سیگریت که هر نوع دود دیگه. امشب در نیمروخ با همین سوژه، یعنی تجربه شما از پدیده به نام اعتیاد به سیگریت خواهیم گفت و شنید. لطفا از همین حالا سراغ فیسبوک ما برین، اون بالا اگر بنویسید دوستان آدرس فیسبوک، از مشاهدات خودتان بگوین، از تجربیات خودتان بگوین. نخستین بار سیگریت از کی شروع کردین؟ چرا شروع کردین؟ عاملش چی بود؟ الان چه وضعیتی هستین؟ خوشین، خفین، راضین، سالمین، بیمارین؟ با همین سوالات و با همین سوژه آغاز میکنیم نیمروخ امشب. آقای حیدری، از شما شروع میکنیم. ظاهرا از علاقمندان و دوستان صمیمی و یار غار سیگریت بودین برای 25 سال. بله. عرضم به حضور بیننده های تلویزیون یک و تشکر از تلویزیون یک که واقعا یک برنامه اجتماعی در مورد آسیب های اجتماعی ایجاد میکنه تا برای مردم آگاهی بده در مورد آسیب های اجتماعی. اما در رابطه با سیگریت یا همین دود یا میتونه مثلا از طریق قلیون باشه یا دیگه باشه، تا اونجایی که من اطلاع دارم و تجربهش دارم از عصر سنگ هم مردم دچار مصرف تنباکو بوده. در رابطه با کیف این تنباکو چیه؟ شما 25 سال تنباکو کشیدین، کیف داره میگن؟ چرا خم؟ نیشه داره، خمار داره، اصلا چی داره؟ موضوع اعتیاد خفیف از دیدگاه شخص خود من اما کشیدن سیگریت یا همون ناس است یا به اصطلاح همون قلیان، یا حالا فرق نمی کنه میوه‌ای باشه یا غیر میوه‌ای یا همون تنباکوی اصل باشه. در اصل اگر قضیه از دیدگاه من نیکوتین اگر باشه، ما میتونیم با مصرف چای سیاه یا قهوه نیکوتین دریافت بکنیم، اما ما نمیشه. یعنی او خلا به نظر من یک خلای درون هست که ما فکر میکنم به او احتیاج دارم. من سیگریت های الکترونیکی هم کشیدم که برای ترک سیگریت بوده، جواب نداد بریم. من ساجقه که نیکوتینزا هست مصرف کردم، هم جواب نداد بریم. شما پیش کسوت این میا ساخته گم؟ ولی حدودا ما تقریبا خودمون ساخته بودیم موش آزمایشگاه. البته تقریبا من بیشتر از این چیزا بوده، این خیلی جزوی کوچیکش است. اعتیاد اگر رشد بکنه میرسه به جاهای چیزای دیگه، حالا ما در اون مورد صحبت نمیکنیم، همین موضوع سیگریت هسته. چرا نمی ترک میشه، ادامه دادن نمیشه، این مهم است خیلی به نظر من. به خاطر از وقتی ما اول سیگریت مصرف میکنیم زیاد بدن ما وابستگی به اون نداره، ولی به مرور زمان پوست و گوشت و استخوان میطلبه او را، یعنی مورد نیازی بدن هست. حالا وقتی اگر سیگریت نکشیم یک مدتی را چی میشه؟ حتی غده های اشک ما فشرده میشه و شروع میکنن به ترشح کردن و ریزش آب بینی. چی میدونم یک چیزایی هست به ناهنجاری داخل خانواده و احتمال داره به خشونت همون سیگریت یک بهانه ای باشه روی یک حرف دیگه، به خاطر اینکه سیگریت نکشیده یک خشونت هم داخل خانواده ایجاد شده. چون من تجربه شده دارم، من علم رد نمیکنم یا مثلا بگم با روانشناس مخالف هستم، نه، اینا احترام خاص خود دارن چون اینا یک سری مطالعات کردن، ولی خب من خودم باهاش زندگی کردم. رد نمیکنم چیزایی که اینا میگن هم همش درسته، ولی خب فکر میکنم گپی من درست‌تر باشه، چون به خاطر اینکه میگن پیش
طبیب نرو، پیش سرگذشت بیا. همکاران اشاره میکنن که یک بسته تصویری آماده است و مطالبی که احتمالاً من روی تصویر در مورد سیگریت و آمار ارقامی که به دست من رسیده خواهم خواند. خواهش میکنم بسته تصویری را پخش کنن. شما دوستان هم اگر علاقمند هستین ببینین، شاید در حین پخش بسته چیزهایی به ذهنتون برسن. تصاویر دیدین، آمار میگه که تقریبا بیش از 60% از موارد استفاده از توتون یا سیگریت کشیدن در سن نوجوانی از 18 تا 20 سال شروع میشه. آمار میگه که تقریبا دمی سن سیگریت با بهانه های به اصطلاح اجتماعی شدن شیو پیدا میکنه. آمار میگه که 90% از سیگریتی های جهان متاسفانه مردان و بقیش زنان هستند. آمار میگه که 82% از سیگریتی ها متأهل و 18%شان مجرد هستند. البته آماری که من دارم تقریبا از بروزترین هاست و مواردی چون مسائل فرهنگی، مواردی چون الگوپذیری های اجتماعی، مواردی چون فقر اقتصادی حتی از عوامل اعتیاد به سیگریت عنوان شده. اینجا ما خانم محمدی رو با خود ما داریم که تحقیق کرده، روانشناس هست و مطالعات در این زمینه داشته. اما قبل از او فکر میکنم یک میان برنامه کوتاه باید آماده باشه، درست است؟ یک میان برنامه کوتاه داریم، میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم با سوژه دود، نقش سیگریت در زندگی شما و تجربه ها و مشاهداتتان و مهمانان ما در این برنامه. برمیگردیم. اگر بیننده نیمروخید و اگر از سوژه نیمروخ همانا مسئله سیگریت و تجربیات و مشاهدات شما از فواید و مضرات کشیدن سیگریت هستین، وقت از دست ندین، امی لحظه و فیسبوک مراجعه کنین، برای ما کامنت بگذارین، عکس بفرستین و درد دل کنین با ما. پیشتر در بخش اول برنامه حکیم حیدری از پیشکسوتان کشیدن سیگریت بعد از 25 سال تقریبا یک دو سال اندی قبل سیگریت ترک کرده. در این بخش برنامه سراغ رامیز بختیار میریم، جوان 23 ساله‌ای که لب به سیگریت نکشیده، لب به سیگریت نزده بر اساس ادعای خودشون. همین لحظه کسایی که آقای بختیار رو می‌بینین و احتمالاً علیهش سند دیگه ای دارین لطفاً دست به کار شوید. خب رامیز جان، گفتی هرگز کنجکاوم نشدی که سیگریت به دست بگیری. با نام خدای بزرگ، روز شما بخیر. خیلی برنامه جالب است و خیلی موضوع بسیار خوب و زیبا. من همیشه دوست داشتم این قسم موارد پیدا شود تا ما بتونیم
قسمی که خود ما آگاهی پیدا کردیم بر دیگران ما آگاهی بتیم که چه مزرات داره و ما توقع مردم از این برنامه است که ما بر از اونا بگیم که آخر چرا اونا باید سیگارت نکشن، آخر چرا باید اونا سیگارت استفاده نکنن و باید ما موارد را پیدا کنیم که کسایی که سیگارت ترک کردن چگونه ترک کردن و کسایی که استفاده میکنن چرا استفاده نکردن، که من مطمئن هستم در لابلای برنامه یکی از موضوعات داغ ای خواهد بود. ای که شما گفتین چرا تا هنوز هیچگاه هیچ وسوسه نشودی استفاده نکردی، فکر میکنم یکی از اصلی ترین انگیزه های سیگریتی ها اینه که ما وسوسه شدیم، کنجکاو بودیم. سیگریت چی است؟ چه طعمی داره؟ چه حسی میده؟ جالب است، ما در محیطی کلان شدیم، در محیطی بزرگ شدیم که همیشه برام از منفی و مثبت گفته شده و همیشه یاد گرفتیم چگونه بتونم منفی از مثبت تفکیک بکنم و این تاثیر بسیار محکم و تاثیر مستقیم بالای روح و روان یک انسان میداشته باشه. همیشه مواردی که در محیط رخ میده بدون شک میتونه انسان را به خودش طلب کنه و جلب بکنه. ما در محیطی کلان شدیم که تانستیم منفی از مثبتش تفکیک کنیم. این در خانواده و همیشه برام گفته شده که یعنی سیگریت یعنی دود یک چیز منفی و یک چیز مضر، با وجودی که متاسفانه در افغانستان نوجوانا و حتی در بسیاری از موارد اطفال خانم ها سیگریت استفاده میکنن، دود استفاده میکنن، چی او در شکل سیگریت باشه. یعنی اگه بخوایم خلاصه کنم حرفایت، منظور تیست که در اطراف اکنافیت هیچ آدم سیگریتی نبود، پدری، مادری، مامای، کاکای، دوستی، رفیقی؟ چرا بودن ولی اونا همیشه از کاری که میکنن برای پدرت سیگریت میکشید؟ آره متاسفانه. و این در حال است که عزیزان یعنی چی؟ من دچار تناقض اصلا اطلاعات شدم. از یک طرف میگن که تحقیقات میگه که الگو وقتی سیگریت بکشن قطعا کسانی که در اطراف الگو هستن سیگریتی میشن. رامیز میگه پدرم سیگریت میکشید، من سیگریت نکشیدم. این چگونه است هاجر جون؟ اول خو سلام خدمت خودت، خدمت همه کسی که ما رو میبینه. اتکا باشه، خب پدرم هم سیگریت میزنه. اعتراف پشت اعتراف، اعتراف پشت اعتراف. اما میایم صحبت میکنیم سر ازی که الگوهایی که این کارم میکنن در خانواده ها نسبت به تحقیقات و آماری که خودت برای ما هم یاله گفتیم، گفتن که اگر او الگوها مثلا همیشه پرخاشگر باشن و او کارها رو همیشه ادامه بدن و هیچ آزادی در خانواده ایجاد نکنن، استبدادی باشن، حتما اطفال به او کار رو میارن. اما قسمی که رامز جان براتون اشاره کرد، گفت در خانواده بودیم که از منفی و مثبت بر ما صحبت کردن. یعنی هم منفی رو در پیش روی ما گذاشتن و هم مثبت رو در پیش روی ما گذاشتن. یعنی نگفتن این کارا نکن و ما باید او کارا نکنم، در حالی که میفهمیم در کار روانشناسی میگه چیزی که میگیم نکو، دست نزن، نکو 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 نکو، یعنی بکن کار میری بکن. انجام میتی. میگه هر چیزی که قیودش بیشتر باشه انفجارش بزرگتر است. پس ایناله در خانواده ای که وقتی که محکم میگیره که این کارا نکو، پس مطمئنن که طفلش در بزرگسالی یک عقده بزرگی در خودش وجود داره و حتما در جای پتو پنهانی همچون کار را انجام میده. اما در خانواده هایی که استبدادی نیستن و این کار میمانن بر مردم، میمانن بر اطفال خود، بسیار ساده میمانن و میگن که این کار بد است، اطلاعات میده میگه بد است، اینی مضرات داشته، اینی مشکلات از دست از اینی دیدیم، اطور موردش برش بیان میکنن. مطمئنن که طفل خودش وقتی بزرگ میشه در مرحله جوانی و نوجوانی میرسه، در مرحله تصمیم گیری میرسه و وقت خودش داخل مقطع تفکر انتزاعی خود میرسه، مطمئنن تصمیم درست برای خود انتخاب میکنه. خصوصا خانواده ای که وقتی که تفکر آزاد منشا نداره، پس به اطفال خود تصمیم گیری درست هم یاد میده. بنابراین مگه بخوایم حرفای خود تا خلاصه کنم، منظور اینه که خانواده ای که علی رغم اینکه یکی از اعضای خانواده سیگریت میکشن یا به دود مصاب هستن، اگر رفتار با اعضای دیگه خانواده رفتار منطقی و عادلانه باشه و تحکم برانگیزانه نباشه و استبدادی نباشه و مبتنی بر آگاهی باشه، ممکن اعضای خانواده شبی رامز جان هرگز سراغ سیگریت نرن. آیا کامنت ها آماده است فیسبوک دوستا؟ آماده است. چند کامنت در فیسبوک میبینیم بعد برمیگردیم با حیدر جان، آقای حیدری، آقای حکیم حیدری، یار 25 ساله سیگریت دود و چلم، البته ترک کردن. کامنت ها امرالله صمدی نوشتن که دود یعنی قاتل خود به دست خود بدترین عمل است، یعنی قتل خود به دست خود و دود بدترین عمل است. اینه که همه میدونیم آقای صمدی، دکترها میگن، پدرها میگن، مادرها میگن، اجتماع میگن، ولی مسئله اینجاست که علارغم آگاهی چرا این کارو میکنیم. و ولید عبیدی میگن که 8 سال سیگریت کشیدیم اما به این نتیجه رسیدیم که
ترکش کنم. حالا دو سالی هم هست که ترکش کردن. خیلی سپاسگزار آقای عبیدی، زنده باشن، ما هم اینجا سپاسگزاریم، به این اراده باید تبریک گفت. حسام الدین فیضی نوشته که سیگار، نسوار، چرس و تریاک همش دشمن جان. من فکر میکنم که نسوار و چرس و تریاک و ایناش یک مقدار از زمین ظرفیت برنامه امروز ما یک مقدار بالاتر است. ما فعلا در مورد سیگرت گپ میزنیم ولی موافق هستم. آقای رفیع یعقوبی نوشته که وقتی سیگرت مضر است پس چرا اکثریت دکتران میکشن؟ جناب دکتر کمیل از برنامه رو نگاه میکنی بعد به مشتریات هم میگن سیگرت نکش، مشکل شما به خاطر کشتن سیگرت است. آه این یک کامنت بود به خاطر ازی که خب شما خودش الگو هستی، البته دکترایی که سیگرت میکشن. برمیگردیم به آقای حکیم عیدری. از 18 سالگی دوستان سیگرت میکشیدن، 2 سال و 1 ماه و 13 روز است که سیگرت ترک کردن. آقای عیدری، پیشتر از تجربه‌تون گفتین و ای که چگونه یک بار مصمم شدین که بگوین نه و سیگرت، چه اتفاقی افتاد؟ چه عاملی باعث شد بگوین نه؟ عرض میکنم خدمتتون، ولی من گذشته من بیشتر صادقانه بگوین. صادقانه خدمتتون عرض کنم که گذشته من تلختر از این حرفا هسته. بخش سیگرت چه میره؟ والله من مثلا حالا بیشتر مردم میگن که نیکوتین دکتر میتونه کمک کنه یک مصرف کننده سیگرت یا همون نیکوتین، ولی خب من با این نظر مخالف هستم. دلیلش این است که برای من نتونستن کمک بکنن. خدمتتون عرض کردم بچم ساجی خونم این فهم سیگرت الکترونیکی و اینا، درسته اونا نیکوتین میرسندند من، ولی من سیگرت نمیشدن. داستانی بود که مثلا واقعی نبود، بانک تا بانک است. اگر مثلا از نیکوتین باشه، خب همون قبلا هم من سر همون گپ خود با فشاری میکنم که با چای و قهوه ما میتونیم نیکوتین رو بگیریم. اما او به نظر من مشکل ما فراتر از این حرفا هست. و توی دنیا در مورد اعتیادهای 370 و جلسات 12 قدمی هست که میتونن در اونجا مردم ها تانستن اونجا ادامه بده. چون همین که من سیگرت چرا مصرف میکنم، دلیل این منجر به دزدی هم میشه. شما یک سیگرتی رو من قول میدم براتون امتحان بکنیم، عملا در یک جای بیندازین همه چیز بانه اونجا پیش سیگرت نم 24 ساعت حبسش کنه، تمام امکانات بان خوراکی مراکی همه چی نمیفهم هر چیزی که فکرش میکنین. ولی خب اونجا یک سیگرت بان بگه دست دهی نمیزنه، ولی او آدم اون عمر دزدی میکنه مصرف، بگه آقا اجازه نیست، حرام است اگه تو ایران مصرف کنی. چون ما اختیار اعمال خود نداریم. یعنی آدم های سیگرتی؟ بله، هیچ فرقی نمیکنه. حالا سیگرتی، چرسی، چی میدونم، خیلی چیز هسته. این یک اعتیاد بسیار کوچک است به نظر من. اما اعتیاد که وقتی میره بالا، متاسفانه تمام پلار رفته. من یک سوال صادقانه دارم. بفرمایید. اولین بار گفتین 18 سالگی سیگرت کشیدین. بله. مشوقتون کی بود؟ یعنی الگوی شما بیشتر چی اجتماعی است؟ یک کار اجتماعی است؟ مثلا در یک حلقه آدم برابر میشه سیگرت میکشی هانه هانه هم رخم. شما تجربه شما چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ شما فهمیدین میخواین وارد زندگی شخصی ما بشین؟ نه نه خواهش میکنم. عرض میکنم. عاشق شدین تو به حال؟ شما شخصی رفتین دیگه. من خب رب داره. عرض میکنم خدمتتون. گاهی وقت یک آدمی بوده مثلا یعنی که طرف مقابل آن خانم در 18 سالگی سیگرت میکشید. نه عرض میکنم. شما قضاوت میکنین سری. پرسیدم. داستان اینطوریه که آقا من یه چیزی رو از دست دادم، الان دیگه خیلی آشفتم، وضعم خرابه، باید سیگرت بزنم. آها شبیه فیلما. پر کردن خلاء، خلاء درون. حالا میگن داره اون دختر محرک بیرونی. او خانم مقبول مثلا بهانه ای بوده. شاید گاهی وقتم به خاطر دعوای مادرم بوده. حالا مقبول بود. خوبه. اونایی که بیماری اعتیاد داره اگه مقبولم نباشه خودشون مقبول درست میکنن. بسیار خب. پس رامز جان، آقای حیدری میگه که محرک یعنی خلای درونی باعث میشه که آدم به دنبال محرک یا عامل یا عنصر بیرونی بگرده برای پر کردن. خودت خلای درونی رو احساس نکردی؟ یعنی به مقطعی بر نخوردی در زندگی؟ چون تجربه شخصی آقای حیدری همی بود که به می نیاز برسی که با یک محرک عامل بیرونی پر کنیش.
مواردی که اشاره کردن زیاد جالب بود برای من. یکی از مواردی که گفتن که ما میتونیم از قهوه چای که نیکوتین داشته باشه، اونم نیکوتین داره، سیگار هم نیکوتین داره، ولی معضل ما بزرگتر از این است. معضل ما این است که اگر یک نفر در یک اجتماعی 10 نفری یا 20 نفری زندگی میکنه، خود سیگارت میکشه، اون 20 نفر دیگر هم برای ضرر میرسونه، ولی با چای یا ساجق گفتن با اونا فقط انسان به خودش ضرر میرسونه. خب خیر ببینن، به خودشان ضرر میرسونه، عمرشان کوتاه میشه، اونا را ایده از ما بهتر میفهمن. متاسفانه که خیلی دردآور هم است در جامعه ما، ولی ما این موزل باید بزرگتر بگیریم. چگونه بزرگتر بگیریم که یک کسی که سیگار استفاده میکنه بر دیگران ضرر میرسونه، اون بیچاره چی گناه دارن؟ هیچی. ولی باید چی راه حل باش پیدا کنیم. من حیث یک محصل مدیریت میخوایم چگونه زندگی خودمون مدیریت کنیم و چگونه بتونیم جامعه خودمون مدیریت کنیم در آینده ها. شروع میشه از اینکه انسان چگونه میتونه خودش از زندگی خودش مدیریت کنه بدونش اگه غرایز شخصی و غرایز بیرونی میشه تغییرات در زندگی انسان، در روان انسان، در افکار انسان وارد بکنه. ولی هیچگاه با اون اندازه بزرگتر نمیتونه باشه. انسان از یک معزل بره به معزل دیگه خود بندازه. یعنی از زیر باران بخیزی زیر ناوه بشینی، یعنی اگه مشکل پیشی داری میری به خاطر از اون مشکل دیگه خود بندازی. این بدین معناست که ما خود ما نتونستیم زندگی خود ما را خوبتر مدیریت کنیم و برنامه ریزی. پس اگر ما جنبندی بکنم حرف خود، بعد بیایم به سراغ هاجر، ای است که میگه خب بر ترتیب عواملی در کنترل و مدیریت این موضوع سبب هست که این عوامل شاید افغانستان امو خلل ایجاد بکنه. این عوامل ممکنه فرهنگی باشه، ممکنه سیاسی باشه، ممکنه عواملی که کنترل بکنه مهار بکنه. هاجر، آیا میتونه به اصطلاح تصمیم گیری ها و مدیریتی که یا قواعدی که در جاهای دیگه دنیا برای سیگریت ایجاد شده، مثلا اماکنی برای کشیدن سیگریت است، قوانینی برای محدودیت سیگریت است، به نظر تو این عوامل و محرک های مدیریتی بیرونی میتونه مؤثر باشه برای یک نفر که روانن پیشتر آقایی که گفتن معتاد است به سیگریت؟ وقتی تشنه باشی، وقتی آب دلت بخوایم، ولو که تمام دریاهای دنیا را برات ببندن، از یک جای برات آب پیدا میکنی؟ موافق هستم. وقتی تمام اماکن برات ببندن که در اینجا آب خوردن نمیتونی، در خانه آب خوردن نمیتونی، در دفتر کار خوردن نمیتونی، آخر بوتل اوتا میخوری میری در سر سرک اوتا میخوری. ولی که در موترم بگن سیگارت نزن، در دفترم سیگارت نزن، در مکتبم سیگارت نزن، سر سرک خود گفته نمیتونی که سیگارت نزن. سیگارت تا میزنی. ولی گفت کسی موضوع اما سر نیازش کمتر است، نه حداقل. این موضوع هست. ما موضوع ما سر سیگارت است. اینا نسکو وقتی کسی را برش با سیگریت معتاد است یا با اون نیاز داره، هر راهی را که پیش کنی او کار خودم میکنه. بیشتر آمدیم سر موضوعات ای که میگیم که وابستگی در جهان، میگن که ای که نیازهای فیزیولوژیک بدن است که همیال هم سرش بحث میکنیم که چای و قهوه میتونه همون نیکوتین برای آدم میسر بسازه برسانه، اما سیگریت چرا میزنن؟ میایم سر همون وابستگی. تا قبلا ها میگفتن که وابستگی از این وابستگی جسمی است، یعنی اون نیکوتین در خون و در چربی گت میشه و نمیفهم چیکار میکنه و چیکار میکنه که این وابستگی به وجود میاد که وقتی هم که وابستگی را از بین نبری نمیفهم مشکلات خودش ایجاد میکنه. اما امروزه میگن که نه خیر، اون وابستگی روانی ایجاد میکنه. یعنی حتی هر بدیلی که برات پیشنهاد میده تو میگی خود سیگریت نباشه نمیشه، هیچ چیز جایش پر کرده نمیتونه. مثلا آقای حیدری هم گفتن که الکترونیکیش هم استفاده کردم، بدیلش ساجقم برام دادن. ما عموما در روانشناسی برای هر کاری نابهنجاری که بخوایم او را برطرف کنیم، برای از او بدیل پیشکش میکنیم. مثلا دختری که ناخنای خودم میخوره، ما بهش پیشنهاد میدیم که رنگ ناخن بزن. او هر دفعه که طرف رنگ ناخن خود میبینه دلوت میشه، نمیتونه ناخنای خود بخوره. یا دختری که مثلا موهای خودم میکنه، ما برای از او پیشنهاد میدیم که هر وقتی که دلت شد موهای تو بکنی، مثلا ریز ریز کنی، یک چیز داشته باش که با او با دستایت مصروف شوی. بدیل خیلی مهم است. اناله موضوع آخری که میاد قسمت، باز هم موضوع روانشناسی، اولش وابستگی، دوم تصمیم قاطع. اناله کسی میتونه که او را از بین ببره یا اینکه بخواد با کار خود ادامه بده که تصمیم قاطع داشته بگیره. برمیگردیم به کامنت ها. فکر میکنم چند کامنت آماده پخش است. دوستایی که کامنت گذاشتن، شایق احمد نوشته که دود کشنده است، کسایی که فکر میکنن دود وار از غم نجات میده نوشته کردن که دقیقاً این یک توجیه نامعقول است، یعنی منظورشون اینه که دود هیچ اتفاقی نمیفته و دود هیچ چیز را کم نمیکنه. آقای احمدالله یوسف زین نوشته که دود سیگریت مرگ تدریجی است، قطعاً همیشه حتی روی بسته های سیگریت نوشته کرده اسموکینگ کیلز، یعنی
دود کردن میکشه، این مسلم است، اما نمیدونم چرا بازم میکشن. احمد نوید نوشته کرده که سیگرت کشنده تر از مرض سرطان است. وقتی از سرطان میترسیم پس چرا از سیگرت نمیترسیم؟ سوال خوبی است راستیم، به خاطر که انواع سرطان ها بیماری های مصری و انواع عمر حتی کم میکنه. سوال خوبی است، باید جواب داد. رفیع یعقوبی باز نوشته که سیگرت یعنی نابودی. شما هم چشم بسته غیب گفتین آقای یعقوبی، قطعا سیگرت یعنی نابودی. برمیگردیم میان برنامه، زود تون سری میریم، به همون صورت برمیگردیم، با ما بمانید. سلام، با نیمروخ دوباره خوش آمدید. با نیمروخیم سوژه سیگرت و گفتگو در مورد عواملی که شاید در مورد زیاد صحبت نکردیم. مسعود سخی را در اسکایپ داریم، یکی از پناهندگان افغان ساکن سویدن است. مسعود صدای من رو میشنوی؟ بله، سلام. سلام و احترام. اگر صدا و تصویر مرا داری مسعود، من فکر می‌کنم من حالا صدا و تصویر خودت دارم. اگر صدا و تصویر مرا داری لطفاً از تجربه در کشور سویدن بگو. آیا ممانعت‌های قانونی در زمینه سن کشیدن سیگرت، مکان کشیدن سیگرت وجود داره و اگر داره تو آیا احساس می‌کنی که بر ترتیب یک مقدار تغییر ایجاد شده باشه و مهار شده باشه؟ من خودم محصل هستم، خودم وقتی میرم بیرون بدون بیرون از پانتون و میبینم مردم ها و محصل های دیگه که هستن سیگرت میکشن و اونا بیرون از مکتب سیگرت میکشن، داخل اجازه نیست و اجازه نیست که باید 18 سال باید باشی که از مغازه بخری و داخل و تصویرتون خیلی... اگه کمی ثابت کنین مسعود جان، کمی زیاد متحرک است تصویرتون، کمی بهتر شد. بله بله، خب بله بسیار خب. حالا یک مقدار میخوایم شخصی تر صحبت کنیم. مسعود، آیا هرگز وسوسه شدی که آنچه که در اطرافت از جوانا و نوجوانایی که سیگرت میکشن، حالا هرشن با ممانعت‌های قانونی که وجود داره یک مقدار شاید در اماکن عمومی کمتر، آیا هرگز کنجکاو شدی، وسوسه شدی خودتم سیگرت بکشی؟ صادقانه بگو. خودم سیگرت که نمیکشم و چلم هم نمیکشم، دوستم ندارم. نه بعد سیگرت چلم هیچ دوست ندارم بکشم و نه اونایی که دور بر ما هستن نه سیگرت که میکشن ما دوری میکنم ازشون. خب عادی، دوست ندارم که. خب بسیار خب، سپاسگزار مسعود عزیز از اینکه روی خط آمدی و با ما صحبت کردی و از تجربه خودت گفتی. اگر کماکان بیننده نیمروخ هستین، مسعود سخی میگفت که دوری و دوستی، ما با کسی که اهل سیگرت و دوده است هیچ کار و بار و روزگاری ندارم. حال میخوایم همین مسئله رو مطرح بکنیم با مهمانای ما. آقای حیدری، آیا دوری به نوعی در حقیقت انزوای سیگرتی ها میتونه مؤثر باشه؟ به نظر من نه. مثلا همون دوستی که میگه من اصلا سیگرت بدم میه، من در طول عمر خود سیگار نمیکشم، من فکر میکنم دچار اشتباه است، دچار توهمه. یعنی خوشش میایم؟ ببین نه، اصلا از من خودم از همین چیزا ترس داشتم دیگه. خب. ریشه اعتیاد در ترسه. سرالی مثلا در دکتر هم اگه در روان پیزش که مگه بگیم آقا من از این مثلا میترسم، مثلا از گربه میترسم، میگه خب تو باید گربه داشته باشی توی خونه. اما فقط یک اصول میتونه ما رو نگه داره. همون خدمتتون عرض کردم انجمن های 12 قدمی است، در بخش های اعتیاد های مختلف میتونه انسان ها رو نجات بده. کردار ما باید تغییر بکنه، نه که مگه بخوایم فقط سیگار نزنم نمیشه. کرداریم، یعنی باید باورتون تغییر بکنه، باید مسئله کنار بیاین درون. بله، یک سری ببینید، یک سری ناهنجاری های جامعه مرا وادار به این کارا کرد. چون اعتبارات من مثلا چی؟ عقاید مرا زیر سوال بردن. مثلا شما فرض کنین یک آدمی که چیز نه، بیشتر انسان ها نقاب میزنن. خب شما تعداد سیگریتی ها را مگه فکر بکن، اعتیاد از اینا قدرتمند شده میره در مرور زمان. حالا مثلا شما اگه 80 تا سیگار، کسی که تازه سیگارش زیر کنترل بگیرین، 10 سال بعد برو بپرس ببین چی خبره، چند تاش تو سیگار مونده، چند تاش رفته فراتر. چون مشکل ما سیگار نیست، مشکل ما فراتر از این حرفا هست، مشکل ما
از این که من یک در مورد سیگریت یک صحبت بکنم که امکان داره خوشتون بگیرین انگیزه پیشتر داشتون اشاره میکردین انگیزه که خودتون به نوی سوق داد به طرف از این که به صلاح سیگریت بکشین پیشتر توضیح میدادین انگیزه اجتماعی بود چی بود؟ بیماری اعتیاد به طرف سیگریت سوق میده و او مثلا همون شخصی که از زندگی من قرار بود بیاد نیامد یک بهانه ای بود که بیماری ما دست من داد به سوز پدر عاشقی نه بیماری بهانه ای دست مداد امکان داره مثلا ناراحتی مادرم باشه امکان داره گاهی وقت چرا مردم چون معتاد و حساس هستن در هر بعد زندگی مثلا امکان داره که یک وقت دچار خلل شه یک سری کارهایی را که ما میکنیم مثلا مشکل ما چیزی دیگه است اصلا نه اینکه سیگار یا مثلا چیزی دیگه یا مثلا قلیون باشه یا اینکه چپق باشه یا اینکه پیپ باشه این مشکل نیه مشکل ما یک چیزی است که ما میخواییم تا یک مدت را سیگار و خلل را پر میکنه بسیار عالی من برمیگردم به شما خانم محمدی حاجه جون میگن که چون آدم هایی که به اصطلاح به نوع نیکوتین مصرف میکنن آدم های حساس تری هستن بر ترتیب یک مقدار توقعشون شاید از اطرافیاشون بیشتر باشه و خود این مسئله تشدید میکنه موافقی؟ ببینین در میخوایم یک مثال ساده بتون تمام انسان ها رو فکر کنین در منزل اول خانه زندگی میکنن اوکی؟ وقتی که اینا در منزل اول خانه به یک مشکل برابر میشن بعضی از یا تصمیم میگیرن برن در منزل دو یعنی پیشرفت کنن میخواین همی شکستی که به اینا روی داده شکست اقتصادی شکست عشقی که بزرگترین معضل جواناست شکست عشقی شکست داخل خانوادگی عاطفی هر شکستی میتونه باشه شکست تحصیلی کاری اینا کوشش میکنن با این مبارزه کنن برن منزل دو برن منزل سه از این بگذرن و از یک جای دیگه با یک راهکار بهتر خلای خود پر کنن برن در منزل دو روانشناسی با این تعداد مردم کاری نداره کاری داره از نگاه طب یا بخوای با اونا مشاوره کنه اینا کار نداره میگه اینا راههای خود بلد هستن میرن اما کسایی که در این منزل اول میره در منزل تاکاو یک پتا میره در تاکاو مثلا سیگریت میزنه قسمی که آقای حیدری گفت که مثلا با سیگریت مشکلش حل نمیشه میره به قدم های دوم سوم میره به منزل سوم آخر میفته در چاه مهم ای است که روانشناسی میگه که از در این طبقه ای کسی که در تاکاو میره مریض است اما ای کسی که میره به طرف بالا مریض نیست ما میگیم کسی که عین شکست دیده مثلا یکی از بستگانش فوت کرده او هم میخواد دست بزنه به خودکشی اما اویی که دست نمیزنه به خودکشی او مریض نیست اما اویی که میخواد دست بزنه به خودکشی ما باید با او کار کنیم و او را به طرف راه درست سوق بدیم پس این معلوم دار است کسی که راه غلط انتخاب میکنه او به نوعی بیمار است او به نوعی افکار پریشان داره او به نوعی افکار منفی داره که باید ما با او کمک کنیم او نیاز به کمک داره اطلاع دهی شو به نوعی اطلاع دهی شو همراهی شو باش مهمتر ای است که ما تنها اطلاع دهی نداریم مثلا اگر ببینیم از آوان طفولیت ما خانواده ما به ما اطلاع دادن اما ای که برش راه را باز کنیم و برش بگوییم که حق تصمیم گیری با توست بذاریم که فکر کنه پس این بهتر است من فکرم در این زمینه باید بریم سراغ رامز بخاطر که عین مسئله رو پیش تشریح کرده مورد اطلاع دهی ظاهراً درست بوده با اینکه پدرش سیگریت میکشیده رامز میگن پیشتر اشاره هم کردن هاجر که اطلاع دهی به صلاح یکی از عمده ترین مسائل است خودت چی فکر میکنی؟ اما کافی نیست بسیار زیاد بخش مهم است و میتونه تاثیر خود داشته باشه اگر ما بیاییم و برای مردم بگوییم از طریق رسانه ها، رسانه های اجتماعی، رسانه های صوتی و بالاخره از طریق اجتماع هایی که ما با مردم سر کار داریم اگر ما بگوییم که برادرم سالانه به اساس آماری که داده شده بیشتر از 450,000 نفر جان خود به خاطر سیگریت از دست میتن بدون شک بالای روح روان از اونها تاثیر میگذاره یعنی اونها میگن که خب دکترها که میگن که سیگریت مضر هستی دروغ نیست این یک واقعیت است ای 450,000 نفر کسایی نیستن که خودشان سیگریت استفاده میکنن بیشتر موارد کسایی هستن که اونا در معرض دود قرار دارن یعنی در خانواده در اماکنی که عبور مرور مردم در اونجا زیاد است یعنی اجتماعی بزرگتر هستن مثل ایستگاه ها مثل رستوران ها مثل شفاخانه ها جاهای کار و بالاخره سرک ها معضل مهم این است که ما چگونه برای حل میتونیم پیدا کنیم که اطلاع دهی یکی از راه حل یکی اطلاع دهی و دیگه ای که ما اجازه ندیم بر هیچ کسی در اماکنی که مرور زیاد باشه اماکن مرور باشن برمیگردیم به کامنت ها فکر می کنم اگر کامنت ها رو بیارین روی صفحه میرویس ساحل گفته که سیگریت کار عاقلان نیست منظور شما ای است که کسایی که سیگریت میکشن عاقل نیستن اسماعیل صافی گفته که اگر اینقدر
مضر است، پس چرا دولت از این سیگریت جلوگیری نمیکنه؟ این مسئله سه همه دولت ها وجود دارن، میگن به سلام و اعتیاد مشروع نامشه گذاشن. هلی یاری گفته که خداوند جل جلاله میفرماید خود را هلاک نکنید. دقیقا. و امان الله یارمند میگه که سیگریت کشیدن یعنی کم شدن عمر، همینطور از عمر کم میکنه کشیدن سیگریت. و آخرین کامنت که میخوانیم، شیر آقا سروری میگه که بیشتر مردم در کشور ما از سیگریت با عنوان یک مد، به بر میگردیم خیلی مسئله جلوس، به عنوان یک مد استفاده میکنن، در حقیقت یک نوع فیشن سیگریت، و کم کم این گونه است که معتاد میشن. به این موضوع برمیگردیم، بسیار موضوع جالب است که نقش الگوهای فرهنگی، سینما، نمیدانم هنر، نمیدانم تلویزیون چی است. با ما بمانید، کماکان بیننده نیمروخ باشید. کوچک یک میان برنامه، ادامه برنامه و نتیجه گیری. جنبندی برنامه با آقای حیدری پیرامون بخش قبلی، الگوها چقدر تأثیر گذارن، مثبت منفی؟ والا الگو به نظر من تأثیر گذار نیست، دریافت کننده در هر جایش موثره که چی الگویی رو دریافت کنی، نه الگویی که اونجا دیده میشه. اما در مورد اعتیاد من بگم که اعتیاد یعنی جهنم درون. حالا شما ظاهرش رو میبینید، درونش خبر ندارید. الگوی بیرون تاثیرگذار نبودن خیلی. بله. بسیار عالی. و شما؟ من میگم پیام ما بر همگی است که نه تنها سیگریت بلکه هر کاری بین از قهرمان تلاش های بد و منفی بگذاریم. فیلم واقعیت نیست، قدم بگذارید در زندگی واقعی و مدیریتش کنید. ساده است. و شما؟ من روانشناس و معلم و اخلاق و یه نصیحت کننده نیستن. چیزی که من میخوایم بگویم ایست که سوژه همه روانشناس است، میخوایم نه سیگریتی، هم سیگریتی و هم کسی که سیگریتی نیست، از یک دید متفاوت، از یک دید جداگانه و از یک دید غیر خودش باشه، اما یک دیده غیر خودش نگاه. از بالا، از پایان، از شبه های متفاوت یک بار دیگه این موضوع را ببینه، مطمئنن چیز تازه گیرشان میه. و شما بیننده کمی لحظه، بیننده ما در نیمروخ هستید و سوژه را تعقیب کردید. من برای شما خواهم گفت که سوژه برنامه فردا از همین حالا کامنت بگذارید برای ما، مشاهداتتون را برای ما بگوین. مسئله ازدواج است. با چه نوع ازدواج موافق هستین؟ اصلا با ازدواج موافق هستین؟ ازدواج دورو لازم میدونین؟ سنتی یا مدرن، یا اصلا روی خط بطلان میکشین روی ازدواج؟ با ما صحبت بکنین، با ما حرف بزنین. در نیمروخ فردا شب همین ساعت همینجا در همین ست خواهیم دید. خدا نگهدار.